آقا بریم سراغ جوجه کباب تعطیلات. یعنی میخوام بهت یه جوجه کباب یاد بدم بزنی عشق کنی. اول از همه مواد لازمش رو داشته باش. نگاه کن، فلفل قرمز، روغن مایه، روغن زیتون، پول بیبر به همراه فلفل سیاه و تخم گیشنیز. تخم گیشنیز رو نیمکوب میکنی، همون موقع این عطرش خیلی فرق میکنه. نکن خیلی هم ریزش نکن، همین در حدی که دونه هاش باز بشه و عطرش به مشام برسه. خب این عالی شد. حالا توی یه دونه ظرف این تخم گیشنیز، فلفل سیاهی که نیمکوب شده، میبینی؟ نه فلفل سیاه ریز، چون اینا رو میخواییم، پول بیبر ترکی، فلفل قرمز، اگه خواستی تند نشه یه خورده باید طعمش خورده همچین قلقلکت بده تندیش، اگه نخواستی فلفل قرمز رو نزن. خب اینا رو با هم قاطی میکنیم، نمک بهش اضافه میکنیم، آبیشن. عالی، ببین چه ادویه ای شد. اینو میتونی اصلا سبا هم مثلا درست کنی نگه داری، ولی زیاد نگرش نداره، عطر و بوش میره به عنوان ادویه جوجه کباب. روغن زیتون اضافه میشه به همراه روغن مایه، مقادیرش با هم مساوی باشه، یعنی نصف نصف باشه، چون روغن زیتون خالی روی منقل یه خورده میسوزه. فقط ببین چی شد، بافتو ببین. آب لیمو ترش بهش اضافه میکنم، لیمو ترش تازه حتما استفاده بکنید ترجیحاً. چه عطر و طعمایی، چه طعمایی واقعا. خب اینم از این. خب دوباره اینو یه میکسش میکنیم. اینو میتونید همینجوری استفاده بکنید واسه اینکه اون جنبه بصریش خیلی باحال‌تر بشه جوجه کبابت. میتونی رنگ خوراکی قرمز یا رنگ اون ادویه تندوری رو بهش اضافه کنی اگه داشته باشی. من نداشتم، میخوام رنگ خوراکی قرمز بهش اضافه کنم یه خورده. ببین چی شد. خب این بره کنار. این همون جوجه کبابایی که بیرون درست میکنن کیلوی 6 برابر قیمت مرغ بهتون میفروشن ها. ناکنید اینجا من سینه مرغ دارم، واسه رونم میتونید استفاده کنید، چربیاشو نگرفتم که تو ویدیو شما هم ببینید. ناکنید این چربیای بغلشو باید همه رو بگیرین، نباید این چربیا باشه دور تا دور. بعد جوجه کبابا رو حالا میتونید هر مدلی که دلتون خواست برش بزنید. حالا من لقمه‌ای برش میزنم امروز، ولی شما میتونید مثلا اینو از وسط بازش کنید، با بیفتک کوب بکوبید، مثلا جوجه رولی درست بکنید باهاش. میتونید هر کاری که دوست دارید باهاش انجام بدید. فقط رنگ مرینه ایدو نگاه کن. اوه 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 اوه. خب نگاه کن، اینو از اینجا یه برش میزنیم، قسمت گوشت توپل بالای سینه رو ورش میداریم. خب حالا میتونه مثلا این سایز جوجهتون باشه. نگاه کن این یه نوار پشت سیخ، همینجوری بزنید جوجه کباب لقمه ای، خیلی هم باحال و خیلی هم مشتی میشه. بقیهش هم میاد اینجوری میشه از این ور. نگاه کن اینو ما از اینجا برش زدیم، میچرخونیش. نگاه اینم میشه یه لقمه، اینم میشه یه لقمه. این تیکه‌ای که اینجا میمونه اینا میخوره سر سیخ، یعنی به عنوان پایان سیخ میخوره. ولی نگاه کن اینجا کنارا هم بچینم اندازه هاش یه اندازه میشه. پس یاد گرفتی اوسط برش میزنی میچرخونی. نگاه یه دونه دیگه هم بخوام برات برش بزنم، نگاه اینو میذاری دو تا اینجا بهت لقمه میده. خب اینو میچرخونیش از این بر، دوباره دو تا لقمه ازش میگیری، این میره واسه سر سیخ.
خب این برش ها برش های خوبی میشه. رو سیخ جوجه کبابش خیلی آبدار میشه چون سینه است، زیاد ریزش نمی کنم که رو منقل بخواد خشک بشه. جوجه سینه باید آبدار باشه. خب حالا اینا رو بریم توی ظرف. خب اینو خوب مخلوطش بکنید. ناکن این دونه هایی که بهتون میگم باید نیم کوب باشه به خاطر اینه که ما روی جوجمون این بافتو میخواییمش. تو تعطیلات اینو بزن لذتشو ببر. اینو میذاریم تقریبا 10 الی 12 ساعت داخله. بریزیدش توی یه دونه کیسه فریزر یا اگه کیسه وکیوم دارید که عالیه، ولی اگه ریختید تو کیسه فریزر کامل هواشو خالی بکنید، بذارید 10 تا 12 ساعت بمونه. حتی میتونید بذارید فریز هم بشه. اگه میخواید درست کنید با خودتون ببرید سفر، میتونید بذارید فریز هم بشه، بعد بذارید تو دمای محیط یخش باز بشه. بعد که یخش باز شد استفاده کنید، چون این توش پیاز نداره که طعمش بخواد تو فریز برگرده. ترتیب چیدمانی که بهتون میگفتم توی روی تخته واسه جوجه کباب رعایت بکنید اینجا سا نکنید. از تیکه های بزرگتر میچینید میره به تیکه های کوچیکتر. سیخم رد میکنید، خیلی خوشگل میشه یه جوجه کباب حرفه‌ای. این اون جوجه کبابیه که میخوام ازتون که توی سفر بزنید و حالشو ببرید. خب اینو بذارم اینجا، یه دونه دیگه هم براتون بزنم. اینم از این دیگه روی منقل با حرارت ملایم. این جوجه رو اگه ارتفاعش رو از زغال بین 7 تا 10 سانت بگیری خیلی کبابش عالی میشه. میتونی روی باربیکیو هم درستش بکنی یا روی گریل هم میتونید بذارید که گریل بشه. خیلی خوشتمه، فوق العاده هم عالیه. امیدوارم که تعطیلات بهت خوش بگذره. خیلی مخلصم. لایک و کامنت فراموش نشه. یکی از این ویدیوهای این بغلم همین الان ببین.